بدأنا نفكر لماذا نبني مدينة وزون بشكل تقليدي، مثل الفرق بين هذا الهاتف وبين هذا الهاتف. هذا ما سوف نعمله في داخل اليوم. محمد بن سلمان در حال توسعه پروژه ابرشهری به نام نئوم است که 33 برابر شهر نیویورک مساحت دارد. نئوم به عنوان جاه طلبانه ترین پروژه جهان معرف شده است که قرار است شهری شامل 16 بخش در نزدیکی سواحل دریای سرخ در شمال غربی استان تبوک باشد. کمپانی نئوم با هماهنگی 3 مؤسسه مشاور بزرگ دنیا، یعنی مکنزی، بوستون کانسالتینگ و اولیور وایمن، آغاز به کار کرده است و در سال 2025 تکمیل خواهد شد. اما این ابرشهر چه ویژگی هایی دارد؟ این شهر مساحتی معادل 16463 کیلومتر مربع است. هزینه احداث آن حداقل 500 میلیارد دلار برآورد شده که بخشی از آن توسط سرمایه گذاری عمومی در داخل عربستان و بخشی توسط سرمایه گذاران خارجی تامین خواهد شد. نئوم قرار است از نوعی فناوری با نام کلاود سیدینگ استفاده کند تا با ایجاد ابرهای مصنوعی بتواند میزان بارش باران را نسبت به میانگین طبیعی آن در صحرای عربستان افزایش دهد. همچنین قرار است نئوم از سیستم آموزشی پیشرو در جهان استفاده کند و کلاس‌های درس آن از تصاویر هولوگرافیک معلمان بهره بگیرند. یکی دیگر از ایده‌های عربستان برای این شهر ایجاد یک جزیره مشابه پارک ژوراسیک با دایناسورهای رباتیک است. نئوم در شب از یک ماه مصنوعی بزرگ برای روشنایی شهر بهره خواهد گرفت. در این ابرشهر از تاکسی‌های پرنده استفاده خواهد شد و اتومبیل رانی را به یک تفریح در شهر تبدیل خواهد کرد. نوار ساحلی دریای سرخ که به نئوم متصل است با شن‌های جایگزین خواهد شد که در شب درخشان خواهند بود. دولت سعودی برای تبلیغ بیشتر پروژه بنای خود هم‌اکنون رویدادهایی را در نئوم برگزار می‌کند تا توجه رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران را به این پروژه جلب کند.